درود بر شما مهمان یاران گرامی، حالتون چطوره؟ میگه ز پندار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ فرهمند شد. خرد پیشگان نیز از راه او برفتند تا دیو در بند شد. از این سه به جوراه جنات عدن، رهی که از عدن تا خداوند شد. حالتون چطوره؟ امیدوارم شاد و خوش و پیروز باشید. پروانه میخوام، در آخرین روز سال 2020 هستیم، سال 7758 آریایی میترایی. براتون سال خوبی را آرزو کنم، سال بسیار خوب و نیکو. در نخستین روز از سال نو 2021 هستیم. بر همتون تندرستی، شادی و مهربانی و عشق آرزو می‌کنم. مهربانیاران، نکاتی که امروز میخواد سیاوش اوستا به آگاهی شما مهربانیاران برسونه خیلی حساسه. به ویژه دو نکته است. یه نکته نخست، سریع هم بایستی وارد مبحثمون بشیم، یعنی خیلی سریع عرض کنم خدمتتون که باز میخوان یه توپ تازه بندازن جلو پاتون. مدتی هم از آلت انداختن بازیتون بدن، چون میدونید ما 1400 سال داریم بازی میخوریم، 42 سال داریم بازی میخوریم، با توپ دشمنم بازی میکنیم، حالیمون هم نیست. هر کی باشیم حالیمون نیست. استاد دانشگاه مانشگاه هم ول کنید، این دانشگاه آزاد تو ایران اینقدر آدم داده بیرون، همینجور استاد 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 و دانشگاه های دیگه مذهبی دینیش، امام حسین، امام صادقش، اینا یعنی فکر نکنین یا روی تیتر دانشگاهی داره پخیه. امروز خواهم بهتون میگم کی پخه کی پخ نیست. خوب گوش کنید، دو تا توپ میخوام بندازن جلو پاتون. یکی این که چون مشتبه رو الان رهبر کردن، مشتبه خامنه ای، فرزند پسر دوم خامنه ای، داره مملکت رو به فنا میبره، یعنی داره میگردونه. سالهاست، چند ساله دستونه، باباش مریضه، روزی چند ساعت همون ربات میتونه کار کنه، حرف بزنه. بعضی وقتا هم که میبینید از روی یاد داشت میخونه، مشتبه براش مینویسه. امروز اسرار مهمی رو میخوام بهتون بگم در همین رابطه. یکی که میخوان بیان به شما بگن اسرار تبلیغات، آقای مشتبه که مجتهد نیست، میخواد رهبر بشه، این یک خر نشین بازی رژیمه. دوم، شروع کردن اینه که دیگه آقا میخوان یه سپاهی رو بیان رئیس جمهور کنه، یارو اومده خودش هم گفته میخوان یه سپاهی رو میخوان. در مورد سپاهی گفتگوی داریم با آقای سیروس شرفشاهی عزیزم که بخش کوتاهی رو میشنوید
شرح بیشتر میدم، من بهتون بگم اگه خبر ندارید. نه نمیدونین شما، یعنی واقعا اینقدر میتونم من نفهم باشم؟ شما نمیدونین از اول انقلاب تا الان هر کی تو مملکت رئیس جمهور که سهله، رئیس مجلس شده، رئیس مدیر کل شده، فرماندار شده، شهردار شده، توی اداره مدیر بوده. اینا همه بسیجی و سپاهی هن، همه شون عدم سپاهی هن. سپاهی بودن و بسیجی بودن شرط اول این بوده که یک پخی باشه اونجا، یک مسئولیتی بهش بدن. نمیدونستین اینا؟ آقای مثلا حتی هنرمندا، حتی هنرمندا، از اون بزن شروع کنم که گول نخورین با چهار تا هنرمند بیان بگن این دفعه بیان رای بدین، بیان رای بدین بری خر بشین. همه اینا بسیجی و سپاهی هن. بسیج بخشی از سپاهه، یعنی هر کیم بسیجی سپاهی هم هست، تازه درجه سپاهی بالاتر درس خونده تر بسیجی، یه پایین تر بخشی بسیجی عزیز. آقای اسقر فرهادی اسکار بهش دادن، کارگردان بزرگ جهانی، نه اینو من خبر دارم، ما خبر داریم میدونیم. بعد آقای شمقدلی معاون رئیس جمهور بود، اومد خودش گفت، همونی که حالا آقای ایوبی جاشو گرفته، دکتر ایوبی جای شمقدلی رو گرفته، مسئول سینما، اومد گفت آقا ما خودمون لابی بازی کردیم به اسقر فرهادی اسکار دادیم. چی میگی شما؟ راست میگه اسقر فرهادی، بسیجی سپاهی همشون از دم. حالا از همین رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای گرفته، با افتخار اینا کارتاشون هم که میبینید دارن، کارت داره آقای خامنه‌ای، کارت سپاهی، کارت بسیجی. بسیجی مگر رئیس جمهورتون نبوده؟ چند سال پیششون رئیس جمهور بود قبلی که رهبر بشه؟ تا الان تو نمیدونستی میخوان یک سپاهی رو براتون رئیس جمهور کنن؟ تازه است فهمیدین؟ جلیلی رئیسی، این آقای جلیلی، سعید جلیلی، یادتونه جنجال رو انداختن که این خلول و خورخوراستون؟ بفرمایید. روحانی، خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی، شون رفسنجانی کارت سپاهیش. کی رو میخواین دیگه؟ لاریجانی ها، لاریجانی ها، سپاهی بسیجی. شما اینا نمیدونستین؟ یه بازی جدیدی میخواین بندازین جلو پاتون، گول نخورید. حالا یک مسئله بسیار مهم دیگه در رابطه با این دستگاه دومینو، پروگرام، لوجیسیل، کامپیوترهایی که آرا رو میشماره، اینا قبلی که تو آمریکا پدر ترامپ رو بعد به خود در بیارن و تقلب بکنن، سیدنی پاور که اینو ساخته، تو ایران ازش استفاده کردن، جای دیگه استفاده کردن، الکی رایا رو. من توی زمینه هم صحبت کردم، گفتم روحانی که رئیس جمهور شد توافق کرد با احمدی نژاد، با سیستم باش رفت دست داد، اومدن بیرون، احمدی نژاد بهش گفت تو رو ما رئیس جمهور کنیم، چون وزارت کشور میتونه آدم ها رئیس جمهور کنه، رأی مردم که مهم نیست. روحانی تو رو هم رئیس جمهوری ولی از فردا نه ما رو بزنی بخوای دستگیر میکنی فلان کنی، گفت نه جون تو بزن قدش، زدن قدش. روحانی بسیجی که بوده که هیچ، خودش رئیس سازمان اطلاعات امنیت آخوندا بوده از قبلی که اینا قدرت بگیرن. با بیاین مطالعه کنید، پس نندازن توپ توپ جلو پاتون بازیتون بدن. نکته دیگه مربوط میشه به رهبری مشتبه خامنه‌ای. آقا یارو مشتبه نیست باباش، مگه تامین نمیگن آقای مشتبه نبوده؟ من احمق اینو باید بدونم، مگه مشتبه بودن چه پخیه؟ ها؟ چه پخیه مشتبه بودن؟ نمیدونین؟ مشتهد، فقیه، مرجع تقلید، به یک ابله نادان میگن که لباس تنش ساخته و پرداخته ابو یوسف قاضی القضات هارون الرشیده، هیچ ربطی به حتی دینشون نداره. درجاتی که میدن آیت الله العظما بر وزن بریتانیا العظما، بریتانیا العظما یعنی بریتانیای بزرگ هست، این تشکیلات حجت الاسلام، سقط الاسلام، حالا بزرگش آیت الله رو انگلیسا ساختن از زمان انقلاب مشروطیت، به چهار تا آخوند اول لقب آیت اللهی دادن، بعد اون بقیه. اصلا در تاریخ اسلام و ایران ما واژه آیت الله نداشتیم، یک بار در تاریخ استفاده شده. برای علامه حلی یک کسی کتابی در موردش می‌نویسه، میگه آیت الله فی العالمین، حتی آیت الله هم باشه که پخ نیست، خود اللهش بت اله الف و لام گرفته شده، بت پخی نیست که خود آیت الله باشه. ولی اینا این اون موقع زمان مشروطه انگلیس ها ساختن، چون به شاه میگفتن ذل الله، در برابر ذل الله یعنی سایه خدا، آیت الله رو ساختن. پس اینکه از کلش که اصلا آیت الله بشه مرجع تقلید هیچ پخی نیست. حالا تازه کی میتونه فقیه بشه؟ شما بایستی 6 سال اول درس بخونی، جامع المقدمات بخونی 6 سال،
جامع المقدمات که تو میتونی در عرض یک هفته بخونی حفظ شده، 6 سال میری هی آخوندی مدرسه، میای 6 سال، 4 سال دیگه بایست یک چرت و پرتای دیگه رو بخونی، متوجه میشین که همشون فقهیه. فقهه فقه چیه؟ نماز اگه بعد از در رفت باطل شده یا نه، مثلا این استفتایی هم که الان کردیم میکنن، بعد 4 سال اونجا میشونیم خود 10 سال، یعنی تو 6 سالت بوده رفتی حوزه، 16 ساله شدی تقریبا داری مجتهد شدی، حالا میخوای مرجع تقلید میشی، میخوای فقیه عالی قدر میشی، میخوای بهت بگن حضرت آیت الله العظما، اون بین 4-6 تا 10 سال داری که میری درس خارج میخونی، درس خارج که خوندی دیگه میشه مرجع تقلید. حالا اون درس خارج میخونی فکر کردی که به چی میری میخونی؟ شفا رو میخونی؟ قانون در طب ابو علی سینا رو میخونی؟ چی میری میخونی؟ دو تا از اینا هستی که المکاسبه و چرت و پرتاییه دیگه، یعنی تحریر و وسیله است که الان مال خمینیه، اینا رو میخونی میشه مرجع تقلید. رساله هم که میدن چیه رساله؟ رساله یه کتابیه که همین چرت و پرتایی که ببینین زمان شیخ بها صفویه نوشته شده، اینا میان توش یک مکروه رو مباح میکنن، مباح رو حرام میکنن، حرام رو مستحب میکنن، چه میکنن؟ پایینش اسم به والله العلی العظیم با قول خود اینا، اینی که من دارم بهتون میگم تاریخ واقعی فقه شیعه است، خود همین آخوندها هم میدونن همینه، یعنی پخی نیست کسی که مرجع تقلید بشه. برای همین بچه ها اگه گفته اصلا شما خود میگه آره ما با آقا مشتا میگیم حضرت آیت الله العظما، پخی نیست. یه کسی که دیپلم داره 12 سال مدرسه درس خونده و دبیرستان، شعورش از یک مرجع لقت بیشتره، دانشش بالاتره، فهمیدین چی شد؟ مرجعیت پخه نیست. این چوبه میخوام بنز جلو پاتون بازیتون بدم، سر فر امنیست، شاخ و برگای الکیست، بعد از اون یارو رهبر شده، یارو کسی که یک کلمه شما صداش نشنیدید. بلاحت ما اینه، بدبختی ما اینه، اونایی که ما رو نابود کردن بوت و امامزادمونن الان، و بلاحت دیگه من همینه، میخوان بیان یک کسی که یک کلمه کسی صداش اصلا. مشتبه جان بابا پسرم بیا صحبت کن ببینیم تا اصلا حرف زدن بلدی؟ زبونت نمیگیره؟ نطق و سخنرانی بلدی؟ اصلا شاید بچه حرف نتونه بزنه، لال باشه، کسی تا حالا شنیده صدای رو جایی پخش بشه؟ آقا میخواد رهبر که چی؟ میخواد چه شده ایران حافظ آثار دست یک بچه دادن؟ بیا حرف بزن. یک مصاحبه کسی باش کرده، یه سخنرانی تو منبر کسی، ولی همه شما فردا تو پاتون میکنن، ولی سرتون قبلش بند میکنن که این مرجع هست یا نیست، فقیه هست یا نیست. آقا 15 سال پیش این حکم مشتری براش گرفتن، از 15 سال پیش، و الان هم اخیرا دیگه چون قطعی شد گفتم بهتون چه کردن، پس گول اینو نخورین، ولی بیان موارد مهمتر رو مطرح کنین. آقا اولین کسی که مخالفش داداششه، اینا رو بگین، داداشش میگه چه رهبری یعنی چی؟ اوکی مرجع تقلید هست، مثل بقیه بری بشون اونجا بگه وقتی بادتون در رفت وضوتون آیا باطل میشه یا نمیشه؟ فقیه یعنی این. تازه برای اینکه خوبم بفهمین قضیه رو، من میخوام از شما خواهش کنم که از یک شخصیتی که مورد تایید همه مسلمان هم هست، مورد تایید خود خمینی هم بود، گفت ایشون بره بحث کنه با مارکسیست و فلان، یه شخصیت علمی است، یه فیلسوف واقعا. ببینیم فیلسوف در مورد فقیه این ملیت چه اشکالی داشت؟ فردوسی چه گناهی کرده بود؟ چه خیانتی؟ تا سالها نام فردوسی رو شما نمیتونستید ببرید، ولی اینا شد دیگه. ببینید با کمال حیرت همه ما نگاه میکردیم که گویی هر چه سنت این کشور بود باید ریشه‌کن بشه از دم، اگه روشون میشد زبون ما رو عربی میکردن. عید نوروز رو باش مخالفت کردن، همین آقای خزعلی مرحوم گفت به جاش عید قدیر رو بگذاریم. این فقهای ما نه تاریخ اسلام میدونن، من اینا رو واقعا به شما میگم، نه تاریخ ایران میدونن، نه فلسفه میدونن، نه تفسیر قرآن میدونن، نه علم اخلاق، فقط فقه خوندن. یک فقه قبار گرفته استخوانی شده بدوی کهن که با او فقط میشه آدم کشت، فقط میشه تبعیض آورد، فقط میشه به مردم زور گفت. برای اینکه اون چه که از دین به چشم میرسه فقهشه، بقیهش که ایمانه و عشقه و که تقل قلب مؤمنانه. این فقهی که جز بر تبعیض بنا نشده و بعد از انقلاب هم
یک تبعیض هم بهش اضافه شد، تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین کافر و مؤمن، تبعیض بین بنده و ارباب، تبعیض بین انقلابی و ضد انقلاب، این هم اضافه شد. من یادمه که اون اواخر که یه عده علیه بعضی از مسلمان ها، بعضی از مؤمنین چیز می نوشتن، یک شوی نامه به من نوشته بود که چرا شما فلان استاد رو سر کار نگه داشتید، این مسلمان شریعت مداریه، یعنی از مسلمان های مقلد آیت الله شد. مسلمانی هم انواع پیدا کرد، مسلمانی دیگه یه نوع نبود. روحانیت ما با استبداد آشنا بود، با دموکراسی آشنا نبود و نیست. به همین دلیل حد اکثر برد ذهنشون این بود که یک استبداد نیکو یعنی فقیهانه برقرار خواهیم کرد. برد فکریشون برقرار کردن استبداد. خامنه ای عرض کنم خدمتتون، یه مصطفی داره، یه مشتبه داره، به ترتیب سنشون دارم میگم، 1345 مصطفی به دنیا اومده، 48 مشتبه به دنیا اومده، بعد مشتبه داریم 53 محسن به دنیا اومده، محسن دو تا اسم داریم، مسعودم بهش میگن، و سال 1357 یعنی سالی که انقلاب سیاه شد میثم به دنیا اومده، از هر دوتاشون کوچیک‌تره. بعد داریم بشرا به دنیا اومده، دخترش، و یک دختر دیگرش هدا. بشرا 59 به دنیا اومده، ولی مصطفی هیچی ازش نشنیدیم، ولی بچه بزرگتره و من بچگی اونو میشناختم. مصطفی رو من از بچه که بود میشناختمش، میومد پیش من دفتر من. اون موقع بچه با ادب و با تربیتی بود، متوجه میشین؟ الان شو جای نمیرش. حالا بین اینا بگذاریم که خب مشتبه جای خودش وا کرده، ارتباطات داخلی خارجیش خیلی کارا کرده برای که قدرت بگیره، خیلی از موارد که میداره پاکسازی میشه، میخواد آدم های مقتدر دور بر باشم نباشن اینا، اونا که مقتدرن، چون اونا که باشن فردا میتونن چه بکنن باش؟ برای حذف اونا مثلا شما ببینید چقدر حذف کردن عمرای بالای سپاهشون و فلان و اینا رو توی چهارای اخیر، هیچ کس نگفت ای وای، همه گفتن برکات، برکات، شهید برکت هست، ما کشید شهدا برکت هستن، تمام پایبران نظام علی خامنه‌ای رو کشتن. علی خامنه‌ای هم یادتون نره، چون از ابتدای انقلاب سیاه رفت یه جای خودش رو پست گرفت که الان سپاه هم برای چی باشه، چون ایشون اول انقلاب بازرگان کاری کردن که گفت آقا شما همش آخونده اومدن من بند کردن که آقا فلان خودتون بیاین زمام امر رو بر دست بگیرین ببینین چقدر سخته. یهو رفسنجانی و خامنه‌ای گفتن باش آقا ما میام. خامنه‌ای گفت من میام ارتش رو میگیرم به دستم. رفسنجانی گفت من وزارت کشور رو میگیرم دستم، یعنی وزارت جنگ رفت دست خامنه‌ای، ارتش. آقای حسن لاهوتی سرپرست اول سپاه بود، آدم بسیار خوب و با شخصیتی بود و بچه‌هاش مجاهد خلق بود، وحیدش کشته شد، دو تا دیگه‌اش گفتم بهتون چه کار است. آقای حسن لاهوتی هم وقتی که یک بچه‌شو لاجوردی میزنه با گلوله توی زندان اوین میکشه، این زود میفهمه میره اونجا اعتراض میکنه، میزنن اینم میکشنش، حسن لاهوتی رو میکشنش و بعد گفتن تو کوچه اصفهان مرده. آقای لاهوتی سرپرست اول سپاه بود، بعد ایشون علی خامنه‌ای میشه سرپرست سپاه پاسداران، یعنی همینا که الان فرمانده شدن اینا اینا همه بچه بودن دوربر علی خامنه‌ای، بچه بودن. الان هر چی دارن چون از علی خامنه‌ای دارن بهش خودشون یه جور خریتی مدیون میدونن. خب ارتش رو رفت تو وزارت جنگ علی خامنه‌ای، از اون روزای نخست انقلاب سیاه سرپرستی کرد، سپاه پاسداران سرپرستی کرد، برای همین که این سپاه دستش بوده از روز اول، هم همه سپاه همه جا بوده، برای کارتش نکبتون شده همه جا سپاه بوده، دست سپاه بود مملکت و هست، متوجه شدین؟ دست بسیار جوده کارت. پس اینا بازیتون ندار. حالا میثم که کوچکترین بچه خامنه ای هست، در رابطه با پرونده روح الله زم شادروان زم بازداشتش کردن، بازداشتش کردن چون یک سری اطلاعات گفتن منتقل کرده به زم. در این که میثم در مخالفت با برادرش مشتاقی که میخواد رهبر بشه اقداماتی کرده و میکنه، شک ندارم من، چون میثم از همون ابتدا کوچکترین بچه بوده، بزرگترین مصطفی بوده، بعد مصطفی مشتبه بوده، مشتبه همیشه یک
قدرت طلبیایی داشت، میثم شنیدم که در برابرش وایستاده، بشرا خواهرش در برابرش وایستاده. به همین خاطر میثم رو دستگیر کردن، بازداشتش کردن، همون موقعی که آقای وحید حقانیان هم که همه کاره خامنه‌ایه، همه کاره خود خامنه‌ای، بازداشتش کردن. ما اون موقع مونده بودیم که چطور این بازداشت کردن، باز ولش کردن اینا. بعد فهمیدیم همین دوگانگی قدرت بابا و پسر هم هست، یعنی اطلاعاتی رو به دست میاره مشتبه. بعد برای همین که بعد ما بعدا فهمیدیم آقا یه دی خود از اینا اومدن گفتن که اون اینه، این با اوناست، ایناست، او حسن عباسی داد و فریاد میزد. بعد دیدیم وزیر اطلاعات اومد گفت نه این خطر نیست اینا، از این حرفا. نگو این دوگانگی قدرت بوده، چون حتی پیام‌های خامنه ای هم سالهاست که مشتبه به بقیه میرسونه، مشتبه به بقیه پیام‌ها رو می‌رسونه، ابلاغیار میره میده. از مدت هاست که قدرت دستشه، مدتی میشین. حالا میثم کوچکترین بچه خامنه ای نه محافظ داره، نه ماشین ضد گلوله داره، نه پول زیاد داره. ببینیم میره تو چلوکابی، ارزون ترین چلوکابی شهر ری شابدالعظیم، اونجا غذا میخوره با سه تا دخترش و دو تا پسرش. نه که برای ریامیا میکار بکنه، نه، میره اونجا. امکانات مالی اون چلوکابی در اختیارش نذاشتن که در اختیار مشتبه بوده و هست. حواستون هست شد؟ درگیری تو خانواده داره، این درگیری تو خانواده خامنه ای سابقه تاریخی داره. هادی برادرش رئیس روزنامه جهان اسلام بود و خامنه ای رهبر بود، روزنامه‌اش توقیف کرده، الان بیکار شده هادی. چند وقت پیش اومد مصاحبه گفت ما مدت ها اصلا ندیدیم داشمون رو، خودش اومد گفت این راش نمیدن. اون برادر دیگهش محمد فرستادن مشهد، از این بزرگتر محمد، یک چیز فلسفه مرد دکون علیکی با کرده اونجاست. خواهرش پناهنده سیاسی بود پیش صدام حسین. بدری خانم، بدری خانم درود دارم خدمت بدری خانم، زن فرهیخته یه بدری خانم، من ارادت دارم خدمت ایشون، اشعار ایشون، شاعره بدری خانم، زن شیخ علی تهرانی. من یک دفتری دارم و با قلم خود بدری خانم شعرهای خیلی قشنگ از خودش اونجا نوشته که براتون یه بار دو بار خوندم. بدری خانم هم سالها پناهنده بود، با شوهرش در عراق مخالف و میگفت اصلا برادر من شکنجه‌گر، نوالاش هست، ما مصاحبه کرده بود، داییاش بایش مخالفن، خواهرای دیگه است، بچه های خواهر دیگه اش، همه بایش مخالفن. خلاصه همه بایش مخالفن. یکی دیگه از بچه های خواهرش رو، همین رو من از صدام حسین، دست صدام حسین آوردم پاریس، گذاشتمش درس خون، پزشک شد، حالا بعد وارد مبحث بشم. ولی خانواده خامنه‌ای همه بایش مخالف بودن. الان شما میخواین کاری بکنین که سرتون تا سالیان سال کرا نره و اینا بمونن، اینا خواهند موند. اگر شما خر بشیم، اگر شما خر بشیم و بیفتیم که آقا یک سپاهی میخواد رئیس جمهور بشه، آقا این مشتبه خامنه‌ای که مجتهد نیست، فقط نه آقا بگید اصلا مجتهد، آیت الله العظمی است، پخه نیست آیت الله العظمی، آیت الله العظمی شعور نداره. دیدین آقای سروش گفت هیچ شعور نداره جز آدم کشی، جز فقه، مگه چیه؟ سروش گفت دیگه، من که نمیگم، سروش. کیان در می آوردن تو ایران، کیان؟ خمینی گفت بیا جهان مارکسیستا با ما میخوان بحث کنین، با دکتر سروش بحث کنین. دکتر سروش وزنه یه کسیست، دیدید چی گفت؟ پس گول نخورید ای مردم لازم، گول نخورین. دو تا توپ آمده است بندازین جلو پاتون، بازیتون بده. چهار سال پیش که روحانی انتخاب شد، من مطلبی رفتم سیاوش عربستان، گفتم این جیمز باند بود، خودش از قاتلین نخستین، خودش هم چند روز پیش گفت، خودش هم این گفت، گفت من از قبل انقلاب با انقلاب اسلامی بودم، جز رهبرا بودم. چی میگید شما؟ خب گفتم یه جیمز باندی که اومد و انتخاباتم علکی بود آقای شرفشاهی، تمام این آرایی که اینا از اول گفتن یارو 14 میلیون آورد، اون یکی 9 میلیون 11، همه اینا دروغه. ملت ایران اگه 4 تا صفم نشون دادم، ملت ایران هرگز به اینها رأی نداده. جناب شرفشاهی الان این سیستمی هست، من به فرانسه پخش کردم، فارسیش هم دارم اگر خواستی، ولی یه ساعت وقت میده. یه کامپیوترهای چند سال پیش ساخته شده آقای شرفشاهی که این کامپیوترها برای شمارش آرای مثل هر کامپیوتر دیگه که هست، نمیدونم الان تکنولوژی رو یه روز میان بشینین همین تکنولوژی رو مردم ببینن که چیه واقعا. این کامپیوترها جناب شرفشاهی برای شمارش آرا است. شمارش آرا رو من میتونم یک کلید یو اس بی، همین کلیدای کوچولویی که میزنن تو کامپیوتر، تو پاریس بزنم تو کامپیوتر خودم، وصل بشم به کامپیوتر کاخ سفید یا وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در تهران و هر اسمی رو میخوام ماکسیموم آرا رو بهش بدم. این حرفی رو آقای ترامپ گفت،
آقای رودی جولیانی هم گفت، سیاوش اوستا گفت تو برنامه‌اش که روحانی جیمز باند روی بزنین هم هست. این آقای شرفشاهی تقلب اینا علکیه، مردم اینا رأی ندادن نمیدن ولی میترسوننشون، درسته یک 2 میلیون 3 میلیون اینا همیشه بردن پای رأی، ولی این که این دفعه قبل گفتن 44 میلیون، دروغه به خدا. شما در نظر بگیرید که آمریکا که آمریکاست، آرای خودش چند روز طول کشید تا بشماره. جمهوری اسلامی همین امسال، همین دفعه که روحانی شد یا قبلش که احمدی نژاد شد، ساعت 11 شب که میشه، 7 تا 7 شب 8 شب رای میدن، 11 شب آرا رو اعلام میکنن. این تو معلومه که دروغه. یک سند دیگه هم میدم، یک چند سال پیش من تو دفترم شانزلیزه که نشسته بودم، یه آقای از ایران اومد کارتشو گذاشت رو میزم، دیدم نوشته فرماندار فلان شهر تهران. گفتم آقای شما فرمانداری؟ گفت آره، من تو رو هم خیلی دوست دارم، الان اینجا بهش درود میفرستم. گفت اومدم یه رازی رو بدیم. گفت بگو چیه راز؟ گفت ببین، ما شهردار یه شهر خراب شده که بودیم، وقتی انتخابات شد برای امیر اسد جمهوری که ماه پیش بود، ما اومدیم نوشته میرزا علی قلی خان 220 تا، میرزا عبدالله خان 120 تا. گفت شهر ما که کلان هم 500 نفر میتونن رای بدن، اصلا بیشتر، مثلا میگم، حالا رقمو نمیگم که این بابا پیدا نتونم پیداش کنم. خب اصلا تو شهر ما 500 نفر میتونست رای بدن. یه ها دیدم تو لیست وزارت کشور که منتشر کردن، آراء به دست آمده در شهر من رو زدن 2,500,000. خب کی میرفته اینا رو کنترل کرده؟ تفلی ترامپ که اول قدرت جهان رو نذاشتن کنترل کنه آقای. و این کامپیوترها، من اینم بگم، این کامپیوترها که دیگه اسمش هم میدونید همه الان، اینا این کامپیوترها رو بعد از یه مدت که دیگه کار کرد، همین انقلاب مخملی میسازن تو دنیا، همین رفقای انقلاب مخملی میسازن که الان دیگه بیش از 130 تا کشور رسما دستشون هست، این رو اینا خریدن و به کار گرفتن. و شما به زبان انگلیسی، به زبان فرانسوی، به زبان عربی، به زبان فارسی، اینقدر اسناد رپورتاج در رابطه با این شمارش آرای قلابی دارید که حد نداره. جناب شرفشاهی خلاصش این، ملت ایران هرگز بینا رأی نداره و نمیده، ولی اینا زمینه فکری رو میسازن که از بین 1,000,000 نفر اگه 100 نفر رفته رأی داده، بیاد بگه آقا ما رأی دادیم چون این زیردریای اسرائیل اینجا بود، میخواستن ما رو بزنن و نمیده. ما شما ببینید یه چیز دیگه گذاشتن، آقا هر کی میخواد بیاد مجادل خلق نیان، یا رژیم بمونه مجادل. حالا ما نمیخوایم تایید و تکذیب بکنیم، ولی میخوام بگم که ببینیم افکار، اندیشه ها، خطایی که از خود وزارت اطلاعات میاد بیرون، چجور توی سالات تونستن همه گیرش کنن. اینها همه اون توپهی که انداخته جلو پای ما که ما باش بازی کنیم، که از این طرف پشت سر کار دیگه بکنن. فکر نه جناب شرفشاهی اسرائیل، آقا من ایران بذارید بگم، حالا که دیگه شد آخرین هم، آقای موسا قصاب، موشه کساب، از اینجا بهش درود میفرستم، از زندان اومده بیرون، سالهایشون رئیس جمهور اسرائیل، سالها رئیس جمهور اسرائیل بود، 7 سال رفت زندان، 7 سال زندانی کشید، فقط به خاطر ای که امضا نکرد حمله به ایران رو، رئیس جمهور اسرائیل بود. مردم هم دوستش داشتن رو دارن، فارسی هم هنوز حرف میزنه، اهل شهر یزد هم هست، پدر بزرگش قصاب بوده، پدرش نه، اسمش گذاشتن قصاب. و همین بنیامین نتانیاهو، همین بنیامین نتانیاهو، من بارها شنیدم میگه ملت ایران دوست ما، برادر ما، میزنه فرماندهای سپاه رو توی سوریه، اینا رو میزنه، حتی قاسم رو که امریکا زد تو عراق زد، توی اینا به ایران حمله نمیکنن. اینا صدام حسین نیستن، صدام حسین بود که مردم ما رو زد و کشت و فلج کرد. اینا ای کانو، اینا ضربه میزنن به نظام، قدرتاشو میگیرن، که الان فوقش هم اگه مشتاق میخواد بیاد، تمام اون جنرال های بالای خامنه رو میزنن، که دیگه مشتاق که میخواد صلح بکنه با اسرائیل، که قولش داده، الان من میگم یادداشت کنید، قولش داده که من اسرائیل به رسمیت میشناسم، قولش داده که با آمریکا همونجوری که با روسیه کار میکنیم کار میکنیم، برای همین هم عمدن بچه هاش اینجوری میاره تو کوچه و خیابون که نشون بده اینا ساخت و پاختاشون کردن. مردم ایران، برای که به این ساخت و پاختا شما خاتمه بدید، تنها شما هستید که میتونید با میدان ساختن میلیونی در خیابانهای ایران، ایران را آزاد کنید. وگر این همه به فکر پولن، الان هم همه پول که دارن، همه دنیا الان با این کرونا رفته زیر قرض و بدهی و بدهکار، همه غیر از چین، چین الان داره وام میده، جمهوری اسلامی هم برای نفت خوابیده و ثروت ها. اینها ملت ایران هست که در سال آینده که تقارن، گفتم پریشب، تقارن کیوان هست با هرمز، دو سیاره گازی که همیشه تاثیرگذار بودن در زایش عیسی، در زایش میترا، در زایش رضا شاه، در زایش کوروش،
در زایش موسی، در زایش آدم، در زایش میترا، تقارن اینها، این سال سال تقارنه و سال هم نه سال میلادی است، نه سال مسیحی، نه سال اون مجموعه روزها و ماهایی است که اونها تصمیم میگیرن سیارات. در این سال شما میتونید اهریمنی باشید ملت ایران، کیوانی باشید. کیوان زحل هست، زحل بدی سیاهی است و هرمز مشتری است. میتونید زیبایونی کی باشید به دست ملت ایران جناب شرف شاهی. نترسید، جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده لولو خورخوره از هر چیزی بسازه، بعد الان میگن پاسدار پاسدار، فردا چهار تا پاسدار میشه نامزد، یکی غیر پاسدار. او پاسدار هدف خامنه ایه، او قدرت به دست میگیره، خامنه باش میذاره رهبر ملت ایران. با به خیابان آمدن میلیونی، همونجور که آقای رضا پهلوی هم گفته، شاهزاده هم گفته، همه هم گفتن، فقط با به میدان آمدن، تو خیابون آمدن، کاری که مصری ها کردن برنده شدن، آقای سیسی را آوردن، کاری که در تونس انجام شد نذاشتن اسلامیست ها قدرت رو دست بگرد و غیره. بله، امیدواریم که یک شب حالا میذارم این بحث رو برای بار دیگر که در خدمت شما بودیم و شما انقدر مسائل مختلف و پیچیده رو مطرح کردین که مجال و فرصتی نبود که چندین نکته و خبر من اینجا دارم که میخواستم بگم، مون برای بار دیگه. از شما سپاسگزارم. حالا تو صبح امروز میکنیم اونا رو. بله صبح. امیدوارم که به هر حال همیشه خوب و خوش باشین و ما بتونیم از مطالب بکرتون و در حال مسائلی رو که مطرح کردین نظیرش در آینده هم استفاده کنیم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه سیاوش اوستای عزیز، آقای وارتان کارگردان برنامه، با شما خداحافظی میکنم و شب روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود. خدا نگهدار. سپاسگزارم. وارتان جان مرسی. جام شب شمرسی. مرحله نخست اینها قرار بود که استعمار، یعنی میگم استعمار انگلیس و بقیه اینا تصمیم گرفته بودن که خانواده وفادار به خودشون رو انگلیس ها مثل لاریجانیا، همین که رئیس قوه قضاییه بود، می‌خواستن اینو بزننش رهبر بشه. همه کاراش هم شده بود، یعنی تو شورای خبرگان اصلا بحث شد و فلان شد و عضو آدمای بالا بود که می‌خواست، یکی از ستا بود که می‌خواست بشه. اون جنجالی که دزدیاشو گرفتن و فلانش کردن برای که چجور ترتیبش بدن، ولی من چون خیلی زرنگه، باز خامنه‌ای هم چون زرنگه، خب دزدیاش آقای طبری اومد گفت خیلی روح لازم نقش مهم موثری داشت برای افشاش کرد تو دخترش جاسو همین هم. خب وقتی که اوت شد، اومد یک اعلامیه داد لاریجانی علیه بقیه و فلان، خامنه‌ای بهش گفت پدر سوخته، بعد اومد از خامنه‌ای عذرخواهی که گفت غلط کرد، بخواه ببرد چا گره بعد حالا از اشکالات به ما مربوط می شود و عذرخواهی می کنیم. امر مسلمین و نور چشم خود می دانیم، آنچه از اشکالات به ما مربوط می شود و عذرخواهی می کنیم. رئیس مجلس بعد از نامه عذرخواهی دیروز از رهبر جمهوری اسلامی، آنچه از اشکالات به ما مربوط می شود و عذرخواهی می کنیم. نامه عذرخواهی صادق لاریجانی را برخی توبه نامه او نامیدند. گفته می شود رئیس سابق قوه قضاییه مجبور به انتشار نامه عذرخواهی شده است. لاریجانی در این نامه خود را طلبه ناچیز و فقیر خوانده که مرتکب اشتباه شده. کرده و گفته ما همه در یک گروه هستیم و دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است. اصل نامه صادق لاریجانی بدین شرح است: ضمن تشکر از تذکرات برخی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این جانب ابایی ندارم که بپذیرم. انسان در شرایطی قلم و زبانش دچار لغزش می شود و بر قلم و زبان مطالبی جاری می شود که خلاف مصلحت است و بلکه گاه خلاف انصاف. در همین جا بر خود فرض می دانم که از محضر شریف همه آنان عذرخواهی کنم. واکنش مقام های مجلس و قوه قضاییه به سخنرانی روز شنبه آیت الله خمینی. خب وقتی بوشنشاه خامنه‌ای زرنگ از این استفاده کرد، گفت تو پا میشی میری قم، نگفت بهش، خودش فهمید برای که جون شفت کنه. پاچه رفته قم، لاریجانی رفته قم، هفت تا فقیه حوزه علمی قم مراجع تقلید بی اجتهاد نوشتن که ایشون مجتهد. اصلا به تو بشم بگم از فضل نمیگین یارو آقا مشتبه خامنه‌ای مجتهد نیست. وقتی تو به این بگن اجتهاد و روحانیت و همه مرجعیت تایید میکنی، اصلا باشه نباشه به درک.
ما نمیخوایم آخوند تو ایران حاکم باشه، ما نمیخوایم تو ایران اسلام حاکم باشه. یا تو نره به جایی که ریشه رو بزنی میای بالا شاخه ها که نه، حالا خود شاخه رو بزنی برگر میزنی. بابا این که بیان بگین این مجتهد هست یا مجتهد نیست، تو اونها رو ول کن، اصلا اینها رو ول کن. باید بگین ما نمیخوایم حکومت اسلامی داشته باشیم، ما نمیخوایم حکومت فقاهتی داشته باشیم، ما آخوند نمیخوایم داشته باشیم تو امور سیاسی دخالت کنه. حالا مجتهد هست یا نیست، مگه مجتهد چه پخیه؟ خب این اگه مجتهد هست میشه خب هفت تا یه گرفته لاریجانی، هفت تا خودش هم که مجتهد لاریجانی خودش هم گذاشته، یعنی الان پرونده رو جور کردن که ایشون مجتهده، مرجع تقلید هم از رساله هر چی بخواد در میاره. این که از این نظر قضیه شله، کلاس درس خارج هم مدت هاست گذاشته، درس خارجش هم که گذاشته یک دونه شو منتشر نکردن که تو بفهمی چی داره میگه. حالا که من دارم میگم میکنم درس فردا منتشر کنن. خب اینها یا شما به مجتبی تسلیم میشید و با کیوان، و یا اینکه میتونید یک کاری بکنید. اون کار اینه که از خریت در بیایید. خریت در اومدن همینه که تو تبلیغات دشمن نرید، یعنی دشمن اگر یک چیزی گذاشت جلو پای تو، تو زود نگیرید برای همه پخش کن، اول بخون با اندیشه آریایی اوستایی چک کن، بعدن برو دنبالش. نگو که آقا یا این اصلا مشتبه، بیاد ثابت کنه که مشتبه. دارم پنج بار شش بار میگم تا دقت کنید به این مثلا. روشن شد؟ کمپانی های جهانی هم، این اقتصاد جهانی که بارها بهتون گفتم، من اسمی باشم گارگ سایروس، آدم ها که همه میمیرن میرن. مثلا اگه آقای جورج سوروس هم بوده، جورج سوروس فردا توی الان 90 خورده سال هم نشه بنده خود دارم، تو آخرش که نمیخواد بمونه که. البته الان یه چیزی شده که بعدا آدم میتونه جاودان باشه، آدم میتونه جاودان باشه. فیلم ها رو دیدین که دستش قطع میشه، دست میذارن کامپیوتر. آدم هم وقتی بشه کامپیوتری تا آخر اون زنده است. الان آقا آدم کامپیوتر هم ساختن و میسازن. حالا بگذاریم، حالا هنوز اینجا بگم خوشایند نداره. حالا افرادی هستن توی جامعه جهانی که به درد نمیخورن. من نمیگم ها، اینم از نظر اقتصاد جهانی دارم حرف میزنم، از نظر گورج سایروس. گورج سایروس یک صندوق فینانسمان جهانی داره که تو باید پولاتی بدی به اون، یا تو بورس ایران سرت کلا میذارن جیبت خالی میکنن، میبازی میری صفر میشی، بعدم تا حالا 5 6 بار بالا سرت بودن تو. شما ببینین یک عده ان، البته اینا که میگم نه که همه، که ببینین من یادمه حدود 30 سال خورده پیش گفتن تو ایران شرکت های موازی است، درست شده یا روی 1000 تومان گذاشته شده 5000 تومان، 1 میلیون گذاشته شده 5 میلیون. آقا جون ما تام 3000 دلار بده ما بذاریم اینجا. عمه خال اینا پول خاله اینا نه، عمه همه رو گفتن ریختن تو شرکت فلانی، شرکت من همین بورس دیگه خره. بعد این پولای اینا نه، خلاصه مثلا 500000 نفر زندگیاشون رو ریختن توی این، تو این 500000 نفر اینا همه این 500000 نفر در ماهای اول هی بردن بالا بردن بالا، در آخرش از 500000 نفر 100000 نفر، 50000 نفر، 10000 نفر، 1000 نفر، 500 نفر رو بردن بالا، بقیه همه پول همه رو خوردن. زیادتر هم شده بود دیگه، زیادتر هم شده بود خوردن. همین هم بدبخت و بیچاره شدن. یادته الان که اینو گفتم، یادته تو شرکت موازی باختی، یادتونه 50 نفرتون از ایران همون به من زنگ میزدین که اصلا 1000 دلار بده ما اینجا شرکت کنیم، 500 دلار بده جون رو قرض بده، 100 دلار. باز عشق این که تو یه شبه بخوای بدون زحمت بدون تلاش پولدار بشی تو کلت بود. گفتن صندوق های قرض الحسنه این بورس های فلان پول میذاره اینجا، بهره حرامه، ما اینقدر میدیم پول میذاره اینجا، اینقدر میدیم پول. آقا شیر پدیده میاد، مدیده میاد، با 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 اومد از او کنن باز این میلیارد میلیارد همه جیبه مردم خالی شد. بعد یه تظاهرات تو تهران را افتاد، تو مشهد را افتاد، این قرض الحسنه این سامن الائمه چی شد؟ پول های ما رو خود او یکی چی شد؟ آقا پول های ما خب خودت رفتی دیگه، تو خودت تو موازی باخته بودی. آدم نشدیم ما که، باز چیکار کردن؟ دولت پول نداشت، داشت پولا رو که داره که نمیخواد دست بزنه که، باید تا وقتی خر هست که بدهش بگیره که. مثل سازمان های سیاسی میلیارد دارن ولی بچه ها مثلا نه کوچه گدایی کنن، یه دور دوره بگیر بگیر پولی جوری. حالا یهو بورس تهران فعال شد، آقا تو بورس با سرمایه گذاری کن، بابا یه اون رفت تو بورس کاف ماه پول تو بورس 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 دو ماه اول سه ماه اول ها کیف کرد بورس بورس بورس، بعد یهو دوباره همتون بدبخت شدید. خب کی دست میگیرید؟ با بی بی سی پادشاه بزرگ رو انداختن، یک مشت ارازل و اوباش رو بر ما حاکم کردن، با همین بازی های دیگه شون اومدن شرکت های موازی چه جیباتون خالی کردن.
بازم دارید ادامه میدید. خب این اقتصاد جهانی همینه، در بورس جهان هم همینه. در بورس جهان که یهو طرف یک شبه آقای بیل گیت تریلیاردر میشه، بورس دست خودشون اینا کالایی که داره میفروشه قیمت رو میاره پایین، یه دهی میخرن تا خریدن پولا زیاد اومد. خب پولا میده تو دستو از کپیتال داره میده دیگه، نمیدونم میفهمین یا نه. آنجلا دکتر آنجلا طالبی نباید بیاد توضیح بده. وقتی که اینا میفروشن زیاد یا 50 میلیارد دلار فروش میکنن سهام خودشونو، بعدم یهو میبرن بالا، هر چه روز روزه میبرن بالا، یارو میخرن یهو یک دلاره میشه 150 دلار، 200 دلار، 300 دلار، تا 400 دلار، همه پولا رو میزنن اینجا، تا میزنن اینجا یهو میاره پایین. سهم بورسی که تو خریدی 400 دلار یهو میشه 40 دلار، بعدم میشه 4 دلار. این وسط کی پولا رو برد؟ همونه که بالا نشستن. اینا با یه پولای فرعی مثلا می پول دیگه، میدونی پول دیگه مال کیه؟ همین بیت کوین میدونی مال کیه؟ مال کیه؟ آقا بیت کوین چه دیگه؟ بیت کوین بخر آقا خر. یه روزی که از اینا رفیق من مثلا میخواست تبلیغ بکنه روی همین بیت کوین، آدم از قدرت های خوش تو قدرت هاست، خیلی چیز مال روی دست توی با اینا نه نه یه اومد تو تلویزیون صحبت کرد. اینا دفعه دوم میخواست تو تلویزیون، بزرگترین بانک فرانسه بی ام پی گفت اینو نباید بیارین، تک قطعش کردن. یه داشت مصاحبه میکرد مثل که با کانال یکی ایران داره، یا قطعش کردن، گفتن چه شما این تبلیغ پول بیل گیت رو میکنه، بیتکوین مال بیل گیته، یه هیچه رو هیچ اومده سرمایه گذاری کرد، برای گفته من سهامش بخرن، یه من اولا قرارتن تو دنیا خریدن. بعدم اون تو دست خودشه، چون بورس دست نه موته اشوار اینا میبره بالا یه یک دلار میشه 4000، 5000، 50000 تومان، 100000 تومان، حالا به دلار بگو، به یورو بگو، میبره بالا. خب اون خودش پول درآمد شده، چون 70% سهام مال روی 80% مال روی 60% مال روی، یه وقت سهام میره بالا برده، شما پول هم که نیاز میره تو چی اون؟ اینه که ملتی که ستاره شناسی مقارن هرمز با کیوان، جنگ های تاریخی برای نابودی ایران، اینا رو میدونی؟ اینا چی میدونی چی هستن؟ استنبالیه که بری پولاشو بده ببازه و باختیدم تا حالا. ولی دنیا اگر ترقی کرده، پیشرفت کرده، به خاطر تفکر و اندیشه تو بوده. اونی که میخواستم اول بهتون میگم، الان بهتون میگم. ببینید بچه ها، فراماسونری رو هم اسمشی میاری تو اینجا، هم همینجورا همه مخالفه. اسم یهودی ها رو میاری همه، نمیگم تو دلش، تو دلش دشمنه، از حسادت، از حسادت، از خریت. به جون شما من تجربه کردم، از حسادت و خریت نمیدونی که چی بشی. خب فراماسونری تا میگه آقا فراماسون رو دنیا میگردن، فراماسون ریشه فراماسونری، تاریخ فراماسونری الان بهت بگم 6020، یعنی 4000 سال با این تولد عیسی مسیح فرق کن و 1000 سال تاریخ ما که آریای میتری میگیم کمتره. میدونی ریشه چیه؟ معبد سلیمان رو میدونید ایرانی ساخته؟ معبد سلیمان رو اصلا سلیمان موقع، اینا همه من گفتم توی کتاب فرانسوی من نوشتم، پرسید میلان دی سیویلیزیشن، پرشیا 7000 ایرز اف سیویلیزیشن، آیین اوستا به 3 زبان منتشر شده، من نوشتم تمامیت یهود تو ایران بوده. الان 33 تا قبر یهودیای بزرگ از دانیال و مردخای و استر بگیر تا هر کی دلت میخواد، اینا تو ایرانن. معبد سلیمان رو ایرانی‌ها می‌سازن برای سلیمان. اینا میشین 7 درجه داره، باید برید. البته الان تموم شد، الان یه سیستم دیگه اومده، الان جهان نو یه سیستم دیگه اومد، الان که تیغ خوابیده من دارم میشم، یه قبلا میشه نوشته بودم اگر میخوندید. به فرانسوی، به یک وکیل، به یک استاد دانشگاه میگن متر همون میتر است. در آیین اون وقتی به درجه 7 میرسی، اولش کلاقی، یعنی هیچی نیستی، میره باید بری بالا، بری بالا. پارسی بوده قبلا، وقتی پارسی میشی، میشی متر، میشی 1 متر. از 45 سال پیش بچه‌هایی که منو میشناسن تو ایران شروع کردم، گفتم اجتهاد، نوپردازی در اندیشه، نوشتم، گفتم من میخوام همه شما امام بشید، پیش رو بشه. موقع خمینی مردک گجاسته که پرفند بود دیگه، سمبول توی ایران خمینی بود، غیر از این نمیشد بگی. حالا ما رو همونجا بهش انتقاد کردیم، اونجا ما رو تحریم کرد، اینا رو پخش کردن، میدونی که ما رو تحریم کرد خمینی،
من اسلام منهای روحانیت نوشتم بهش دادم، شنیدین که چی گفت؟ کتاب اسلام منهای روحانیت سومین کتاب سیاوش اوستا است که 40 سال پیش در بهار 1358 نوشته و شخصا آن را به خمینی داده است. خمینی پس از آنکه نگاهی سریع به کتاب انداخته، بدون مطالعه آن و حتی بدون تبرر آن، کتاب را زیر تشک خود نهاده و پشت تریبون فیضیه رفته و در 4 خرداد ماه 1358 سخنرانی تهدیدآمیزی را علیه سیاوش اوستا ایراد کرده است. سیاوش اوستا این مورد را تاکنون بارها در برنامه هایش مطرح کرده بود. اینجا رسیده است. ما بیزار هستیم از این که بگن اسلام منهای روحانیت، اسلام منهای روحانیت خیانت است. میخوان اسلام را ببرن، اول روحانیت را میبرن. به تازگی با مهر مهربانیاری ویدئوی این سخنرانی به دست ما رسیده است که بخشی از آن را در رابطه با کتاب اسلام منهای روحانیت میشنویم. اصطلاحات ما دسترس اسلام است. چند روی پیشین اصطلاح زیاد داشتم به بهانه و مقاعدهاتون دسترس اسلام بود. اینها هم خیلی نکنید بتون را از اینها دور نگه دارید، از اینها اجتناب کنید. اینها آزادی منهای اسلام را میخواهند. این غیر از طریق اسلام شما اسلام را میخواهید. ما اسلام را میخواهیم که اسلام آزادی به ما بدهد، نه آزادی منهای اسلام. ما بیزار هستیم از این که بگن اسلام منهای روحانیت، اسلام منهای روحانیت خیانت هست. میخواهیم اسلام را ببرن، اول روحانیت را میبرن. اول میگن اسلام را میخواهیم، روحانیت را میخواهیم. روحانیت استثمار شد اسلام در کردیم. اسلام با توسط روحانیت به اینجا رسیده. بزن اسلام منهای روحانیت یعنی با اسلام در ازای اولش این است. بعدم کتابهای روحانیت را به دریا ریختن. اسلام منهای روحانیت همین شده است. حالا بود بودندش منتفیق نیست نرم بخواهم قرآن را از ما بگیرن نمیخواهیم. ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن. ما بیزار هستیم از استقلال منهای اسلام. ما بیزار هستیم از این که بگن اسلام منهای روحانیت، اسلام منهای روحانیت خیانت است. میخوان اسلام را ببرن، اول روحانیت را میبرن. اول میگن اسلام را میخواهیم، روحانیت را میخواهیم. روحانیت استثمار شد اسلام در پرمی. اسلام با کوشش روحانیت به اینجا رسیده است. از همونجا ما نوشتیم که گفتیم که میخوام همتون امام بشین، همتون متر میترا بشین، چون این آیین میترا است. در آیین میترا تقلید و تبعیت و نوکر اینم و چاک نداره. شما همتون بایستی بشید سیاوش اوستا، تعارف نداری. و همین کار ما کردیم توی 40 سال، همه میشن سیاوش اوستا. از تقلید بگریز. بچه های بودن اینجا پیش من میومدن هم میان تو پیر و جوان میگیرم ما چشم میکنم یک جوش میگم بخنده بیاد پایین بدون من، اونم با اون هیچ فرقی ندارم. من تو هم تو منی، من با تو هیچ فرقی ندارم. ما همه با هم هم میشویم و تک تکمون برای همه، همه برای هم هستیم که آزاد میشویم. بسته و همراه بشیم. و من خواهش میکنم مثلا که قدرت دارن دیگه. الان اون وقتی بین دو نفر جنگه پیش پردش در آخرین نوروز محمد رضا شاه این پخش شد تلویزیون، پیش پرده رو ببینید. وقتی دو نفر بین دو نفر جنگه، اونی میبره که تو دستش تفنگه. الان فقط نیروهای نظامی ایران ارتش هر جا که تفنگ دستشه شما میتونید ایران رو آزاد کنید. الان موقعی رسیده است که رستم فرخزاد، الان موقعی رسیده است که بابک باید پاشه ولی اینجا پیروز باید باشه، اسپارتاکوس باید باشه باید پیروز بشه، موسی باید پیروز بشه، عیسی اگه است باید پاشه پیروز بشه، نباید به صلیب بکشنش. مثل موسی باید مثل مانی نباید بکشنش، کارتر بزنه بکشنش، مثل مزدک نباید بکشنش. باید یک کسی بلند شه، تیمی بلند شه، ایران را آزاد کنه. حساسه در این وان با هرمز امسال
تو میتونی ایران را آزاد کن، آزادش کن. مجتبی خامنه‌ای یک امتحانی به پدرش داد که اون مسلم شد که به جای هر بچه دیگه حتی مصطفی از بزرگتر اینو بذاره. اون این بود در اون انتخاباتی که کروبی و موسوی بودن و احمدی نژاد، خامنه ای خودش با موسوی با اینکه با هم دشمن بودن درگیر شدن وقتی که اون رئیس جمهور بود نخست‌وزیر اینا، ولی خب آدم سیاستمدار همیه. چقدر آدمایی که رفتن امریکا تو بانک بخشید مثلا بعضی اثر که تون استفاده کنیم میگه این رفته بود پیشش. اینا تو تاریخ از جوک براتون نمیگم ها، بزن رو اینترنت در بیارین مدارکش هست. ایشون میره چون زهرا رهنورد از دوستای زن آقای موسوی، خود موسوی هم تو اینا قبل انقلاب با هم رفیق بودن، ولی وقتی رئیس جمهور بود نخست‌وزیر بود دعواشون شد با هم. حالا خب بعدم آشیش میکنن که اینا دعوا حالا آقای موسوی جان ما آقای میرحسین موسوی آقا تو رفاقت قدیما یادش ارشاد میشد بیا میرحسین شهادتی بده جون ما. بعد اینجا خامنه‌ای رو نشون میدی چهره شو سرکار خانم زهرا رهنورد ارادت دارم خدمتتون بیا خوشت اومد جون ما امیر بن شهادت بده. درست داری میگی. هفت تا وزارت خونه رو خامنه‌ای گفت موسوی تو تعهد میدی که بدی به من، تو رئیس جمهور هستی. هفت وزارت خونه دیگه میدونم هفت وزارت خونه حساس. ایشون این تعهد به خامنه‌ای داد و خامنه‌ای قاطع تصمیم گرفت که موسوی رئیس جمهور شه. اقتصاد جهانی همین گورگ سایروس از طریق خاتمه و یه گده دیگه به دو نفر کمک مالی کرده بود که اینا رو بیاره بالا قدرت برسونه، ترتیب خامنه‌ای و همه اینا رو بدن خودشون بگیرن، یکی خود آقای موسوی بودی که آقای کروبی ریز اینا رو من میدونم. بعدم عکس سروس رو با آقای خاتمی منتشر کردم، بارها بهتون گفتم که آقای کیانزاد خودش اومد گفت که ما اینجا بودیم با شهرداری کار میکردیم، خود ظریف تایید کرد اینا رو، همینا خودشون تایید کردن، دور چیز نیست که اول. خب همه چیز شد. بعد آخرش 48 ساعت مونده بود به انتخابات، یهو رفسنجانی یک اعلامیه داد که آتش فشان در راه است، تقلب نکنید، درست مثل جریان بایدن با ترامپ، چون همه سیستم یکیه، برنامه ریزیش یکیه، مدیر برنامه شون همه یکیه، که آقا اگه تقلب بکنی خامنه ای این تقلب بشه، رفسنجانی نوشون نامه رو بریم پیدا کنی، آتش فشان به پا میشه دیگه، کسی نمیتونه جلوی سیل خون رو بگیره. این نامه همین بوری میداد که آقا بعد این چه رکر رو بشه، چون مثلا ترتیب خامنه ای دادن الحمدلله به آدمش هفته دیگه. برای همینه که الان خیلی رفتن پشت قضیه، چون حساب شده بود حتی نیروی اپوزیسیون خارج. اینجا کسی که خامنه‌ای رو نجات داد و سیستمش رو نجات داد، خامنه‌ای داشت میرفت، همین مجتبی بود. مجتبی خامنه‌ای بود که یهو 48 ساعت مونده به انتخابات وارد عمل شد و تصمیم گرفت احمدی نژاد رئیس جمهور کنه، موسوی رو بزنه کنار. خامنه‌ای دلش نمیخواست کار بکنه، قاطع قبلا هم گفتم بهتون الان میگم. و بعدن که خامنه‌ای دید مجتبی حق داشت، اینا می‌خواستن ترتیبی بدن، بعدن گرفت اسم سروس هم آورد خامنه‌ای، خامنه اسم سروس هم آورد، انقلاب مخملی که گفت مالو اسم آورد، گفت اینا میخواستن که نابود کنن جمهوری اسلامی. وقتی میدونین میخواد بگه منو، نمیگه منو که میگه جمهوری اسلامی، چون رهبرش دیگه. مثل که خواهرش گفتم چی شد، گفت من رفتم تو آغوش جمهوری اسلامی، من گفتم آغوش داداشته دیگه بهتر آغوش. حالا این کاری که مشتبه کرد برای خامنه ای، این ذکاوتی که البته مجانی نبود، این ذکاوت به مشتبه خامنه ای منتقل شد، ذکاوت رو بهش دادن، چون اونایی که بهش دادن فکر میکردن که یک آدم علنگی بیاد بشه رئیس جمهور نظام ساقط میشه، ولی اگه موسوی میشد 40 سال دیگه قاطع میموند، همطوری که خاتمی که اومد تونست سر عمل گرم کنه خر کنه و دو دوره موند. متوجه میشین؟ بعضی فکر میکنن احمدی نژاد که یکمی همه تون میگین دیگه، حالا همه تون میگین هپلو هپو هست، ای بشه رئیس جمهور معیست نظام ساقطه، اونا هم اینجوری بود که فکر کردن. خلاصه مشتبه ولی موفق شد اینجا سیستم رو، نظام رو نگه داره، باباش نجات بده. از اونجا بود که باباش 100% در نظر نداشید، از اونجا که قاطعیت پیدا کرد و بعد در معرکه های مختلف اومد از این قضیه دفاع کرد. حتی کروبی وقتی میره پیشش میگه آقای آقازاده شما اومده دخالت کرده، اینا میگه ایشون آقازاده نیست، ایشون مجتهده. سال چرا؟ چون اون نجاتش داد، مجتبی نشون داد. یعنی توی نه، حالا برای همین شما اگه نمیخواید ما دست آخوند بیفتین، دست بابا بیفته بمیره، بابا کجا بره بچش بیاد جاش و فلان، اینا الان موقعی کاره. این سالی که سال کیوان و سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش میشود.
گلپای عزیزم، درود دارم بهش، استاد اکبر گلپایگانی عزیز. آقای گلپای گل دیگه در جهان همه جا عشق و مهر با اوست. اخیراً آقای رضا طالقانی که ایشون رئیس اسبق فدراسیون کشتی ایران بوده، خودش هم یه پهلوونه، یک گفتگوی باش انجام دادن در تهران. ببینید در مورد استاد اکبر گلپایگانی چی میگه. جاش بسیار الان توی هنرمندای ما، توی خوانندگان ما خالیه که آخرین آهنگ که برای من خوند همین چند وقت پیش، که ببین شما چه قشنگ و عرفانی میگه، که وقتی به من ایراد گرفتن چرا رفیق تو جشن تولد آقای اکبر گلپایگانی، گفتم ببینید یه ایرانیمون چه حرفی میزنه، وقتی شما میگی اینا خوب نیستن، من اینا رو دستاشون رو میبوسم، انقدر اینا خوبن. آقای گلپایگانی در آخرین شعرش گفته دیگه این آخر کاره، آخرین سوت قطاره. این نشونه که آقای گلپایگانی یک آدم خداجوه، خداپرسته. وقت ما اینا رو تعد کنیم، اکبر گلپایگانی 40 سال توی مملکت مونده، هیچ جا نرفته، یه ایرانیه. اینقدر امتیازه بشه الان در دنیا دادن، همه رو آورده توی ایران، دکترای افتخاری بهش دادن در دنیا یونسکو، با چند هزار دلار میخواستن بهش پول بدن، ولی توی ایران مونده، همش با ایرانه و همه کار رو برای ایران کرده. وقت ما ایران رو نفع کنیم، من زیاد نمیپسندم، چرا که دین من میگه که انسان ها رو به اندازه کرامتشون، نه اینکه اگر خوب شما رو میخوان، اگر یک کاری کردن که بر خلاف شما سردشون کنید. و این اصلا خب یادتون نره دو تا توپ میخوان بندازن که مشتبه آیت الله نیست، مشتهد نیست، رئیس جمهور رو میخوان یک پاسدار بذارن، اینا به قول فرانسه دیجا اینه الان شده دیگه، دیجا انجام شده، خر نشید. و یادتونم نره این اکثر این رسانه ها، آدم ها که میانی دور براتون زت و پرت میکنن، اینا رژیم مدت هاست آدم هاشو کاشته، آدم هاشو همه جا کاشته مدت هاست. وقتی خود امریکا میگه که حتی رئیس جمهور امریکا رو روش اینا سرمایه گذاری کرده بودن، شما در نظر بگیرید دیگه این میرزا علی بقال تریاکی کیه که روش جمهورشون سرمایه گذاری نکرده. شما تو وقتی میخوای تو خارج نوکر رو باشی که نمیگن که بهت بیا تعریف کن از ما، میگن فوش بده. ولی این فوشا رو خوب دقت کنین، فوش سیاسی، فوش سیاسی میگن بده، ولی اجازه ندید یک کلمه در نقد اسلام کار بکنی، کاری که ماها کردیم میکنیم. وقتی که علی خامنه ای اومد گفت وقتی ما نباشیم فاز شما بهتر میشه، یعنی چی؟ یعنی مشتبه ما که بیاد، من الان نمیتونم که با اسرائیل صلح کنم به رسمیت بشناسم شما، یا همه آدمایی که دوربر ما هستن همه ما رو میگن ضد اسرائیلی، با فلسطین نمیتونه میگه، ولی وقتی من نباشم بعضی شما خوب میشه، چون مشتبه همه رو یارو میکنی، مثل نسل جوان عربی که اومدن تو به قدرت رسیدن، محمد بن سلمان در عربستان سعودی همه چیز رو واژگون کرد، همه اپوزیسیون ایران رو در اون چرخونه. خب میگه پسر منم که بعد بعضی شما خوب میشه، خودش گفت. میرسه که سپاسگزاری کنم از برادر مهربانم مهندس امیر شجره، دبیر کل این دانشکده پارس. دستان گرم همه شما رو ببوسم و بهتون بگم بازم شاد باش سال نو. امروز آخرین روز سال 2020 است، بهتون شاد باش میگم. امروز نخستین روز سال 2021 است، به شما شاد باش. دستان گرم همتون رو میفشارم و سال خوب و شاد و خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان